صد نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران در نامه خواهان مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا شدند. اصولگرایان عصبانی اند و اصلاح طلبان میگویند این درخواست مورد تایید آنها نیست. آیا این درخواست راه به جایی میبرد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. نامه حدود 100 فعال سیاسی و مدنی به وضعیت منطقه پیرامون ایران و بحران‌های مختلف در داخل اشاره کردند و از دولت و حکومت خواستند مشکل تنش با آمریکا را حل کنند. نویسندگان نامه معتقدند که فرصت مناسب دوران اوباما از دست رفته و حالا باید به گفته آنها فارغ از جنگ‌های روانی کاخ سفید، ایران با یک تصمیم ملی شجاعانه اعلام کند که حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط با آمریکاست. دونالد ترامپ بعد از مذاکره با رهبر کره شمالی گفت که به دنبال مذاکره با ایران برای دستیابی به یک توافق به گفته او واقعی است، اما تاکنون از سوی مقام‌های ایران رسماً به مذاکره با آمریکا چراغ سبزی نشان داده نشده. در میان امضا کنندگان این بیانیه افرادی از جناح‌های مختلف سیاسی هستند. نام‌های غلامحسین کرباسچی از چهره‌های حزب کارگزاران سازندگی، احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری، جمیل کدیور نماینده پیشین مجلس، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی و عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار به چشم می‌خورد. این نامه واکنش تند اصولگرایان را برانگیخته و مجید محتشمی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان هم گفته نامه مورد تایید آنها نیست. در این مورد صحبت خواهیم کرد با دو نفر از امضا کنندگان نامه و یک کارشناس امور بین المللی. صدیقه وسمقی استاد دانشگاه در فقه و حقوق اسلامی و عضو پیشین شورای شهر تهران از تهران که از امضا کنندگان نامه هستند. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس هم نامه را امضا کردند و همینطور فرشته پزش کارشناس امور بین الملل از واشنگتن با ما. خوش آمد میگم به هر سه مهمانان. از خانم وسمقی میپرسم، خانم وسمقی برای چی این نامه را امضا کردید؟ با عرض سلام، من فکر میکنم که مذاکره در عالم سیاست یک ابزار مهم، کارآمد، مسالمت آمیز و ممکن. به نظر من اگه سیاست مداری بگه من نمیخوام از این ابزار برای نیل به اهداف مهم، به خصوص اهداف ملی و منافع ملی در عرصه بین الملل استفاده کنم، واقعا جای تأمل داره و منطقی نیست یه چنین اظهار نظری که سیاست مداران بخوان این ابزار رو از خودشون دور کنن و خودشون رو در حقیقت خلع سلاح بکنن. شاید بعضیا بگن که یا تمایل داشته باشن اقلیتی در ایران که به این خصومت و مناقشات واقعی و جدی که ده ها سال هست میان ایران و آمریکا از ادامه بدن و به خاطر این بخوان مذاکره رو نفی بکنن. اما به عقیده من اکثریت ملت ایران مؤید چنین سیاستی نیستن. سیاست مرگ بر آمریکا در طول 14 دهه گذشته نتونسته منافع ملی ما رو تأمین بکنه و دستاوردهای قابل توجهی برای ما نداشته. به همین دلیل باید در این رابطه تجدید نظر کرد. یه نکته ای را من عرض بکنم. ببینید، در عرصه سیاست برای سیاست مداران وطن دوست به نظر من مهمترین و اولین تابو منافع ملیه. این که ما مذاکره رو یه تابو بکنیم این خیلی غیر منطقی و غلطه. شاید کسانی که چنین تصوری دارن واقعا دوچار این اشتباه هستن که فکر میکنن مذاکره خودش یک هدفه، در حالی که مذاکره یک وسیله است برای تفاهم، برای هماندیشی و نیل به مقاصد سیاسی، چه در عرصه داخلی و چه بین المللی. آقای علی جانی، شما چرا این نامه رو امضا کردید؟ میدونیم که به هر حال ایران معتقده که یک بار با آمریکا مذاکره کرده و تا به حال آمریکا بوده که زیر قولش زده، و منتقدان نامه شما میگن که چرا باید ایران یک بار دیگه به آمریکا اعتماد بکنه؟ با سلام
ببینید برای خود من یک شاید مانع روانی برای رفتن موضع این بیانیه، موضع راهبردی این بیانیه، خروج آمریکا از برجام بود که ما همون موقع خب موضع محکمی روش داشتیم و این رو نوعی قلدری و قانون شکنی ترامپ میدونستیم. اما مسئله فراتر از این هاست، یعنی مسئله بین ایران و آمریکا فقط به ارتباط با ترامپ بر نمیگرده، یک مسئله 40 ساله است. من الان ارزیابیم از شرایط این هست که ایران در عمل میخواد ولی در حرف نمیخواد. حتی شنیده های حاکی از این هست که دیپلمات هایی از ایران برها تمایل نشون دادن مذاکره کنن، و برعکس آمریکا در حرف میخواد، یعنی ترامپ و تیمش الان در حرف میگن میخوام با ایران مذاکره بکنیم ولی در عمل نمیخوان، یعنی میخوان زمان کش بیاد و به تصور اونها تحریم ها اثرش رو بکنه و در سالهای آخر دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ مذاکره بکنن و ایران از موزه پایین تری مذاکره بکنه. اما هم تجربه ای که با کره شمالی اتفاق افتاد که بهانه در واقع نوشتن این بیانیه بود، هرچند مسئله ایران و آمریکا با مسئله آمریکا و کره کاملا متفاوته، ولی یک شباهتشون این هست که به هر حال دوشگویی های کشور دو کشور با هم داشتن و خردهای ایدئولوژیک هم با هم داشتن، ولی دیدیم به هر حال میتونه یه نقطه به یه نقطه پایانی برسه. ولی همونطور که خانم بسمقی هم گفتن، تجربه 40 ساله نشون میده که این مسیر از هر دو طرف مسیر نادرستی بوده. در دوره آقای خمینی هم از دو طریق میخواستن مذاکره بکنن و رو همه مسائل مذاکره بکنن، هرچند ما خروج ترامپ از برجام رو ما که نه همه جهان در واقع به نوعی محکوم کرد، اما درون این و جدا از این که ترامپ داره به لجوازی میکنه با میراث اوباما در همه حوزه ها، اما یه چیزی رو هم نشون داد که به هر حال مسئله ایران و آمریکا نمیتونه فقط تو یه نقطه حل بشه، یعنی فقط تو نقطه هسته‌ای حل بشه، بایستی مجموعه ای حل بشه. حتی در اون نقطه هم کامل نبود، یعنی بعدش آقای خامنه‌ای اجازه نداد شرکت های آمریکایی وارد ایران بشن که اگر وارد میشدن شاید یه مقدار صورت مسئله فرق میکرد. اون چیزی که آقای روحانی مد نظرش بود برجام های دو وسته جلوش گرفته شد. در دوره آقای خمینی هم یک سری تندروها جلوش رو گرفتن و آقای خمینی هم خب اهل منبر و خطاب است و ساخت قدرت در ایران یه ساخت شعاری و منبری و خطابی است. ایران معمولا زندانی شعارهای خودش میشه، حتی موقعی که میخواد تغییر بده این شعار رو، وقتی شعار جنگ جنگ تا پیروزی میده، از یه مقطعی به نتیجه میرسه که باید جنگ رو تموم بکنه، یا وقتی شعار انرژی هستی حق مسلم ماست میده و حتی میخواد تغییر سیاست بده، اول باز زنجیرهای دست و پای خودش رو باز بکنه. این نوع بیانیه‌ها کمک میکنه به تابو شکنی، حتی کمک میکنه به فضای سیاسی کشور، حتی به هر حال کسان تصمیم گیران کشور که این زنجیرها از پاشون باز بشه و بر اساس منافع ملی ایران تصمیم بگیره، نه بر اساس مقاصد بلند پروازانی که تا حالا دنبال میکردن. خانم پزشک، آقای علیجانی اشاره‌ای به موقعیت آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ کردن و اینکه ممکن هست چه برنامه‌ای برای احتمالاً مذاکره با ایران داشته باشن، اما نامه مقایسه کرده وضعیت ایران و کره شمالی رو. به نظر شما به عنوان کارشناس بین‌الملل، آیا واقعاً دو کشور رو میشه با هم مقایسه کرد، هم به لحاظ بین‌المللی هم به لحاظ نگاه و جایگاهی که این دو کشور در سیاست آمریکا دارن؟ به نظر خیلی خوبی اشاره کردین. من شخصا موافقم که گفتگو و مذاکره همیشه بهترین راهه و بهتر از تنش و رویارویی هست مسلما. اما به نظر میرسه که فرضی که در این نامه گرفته شده اینه که گویا تحولی اتفاق افتاده و یا اینکه کره شمالی و ایران رو میشه با هم از اساس مقایسه کرد. به نظرم تمایزهای خیلی جدی وجود داره که شبیه نیست شرایط کره شمالی و ایران با هم دیگه. اولین دلیلش اینه که خب کره شمالی از یک قدرت بازدارندگی برخورداره که ایران برخوردار نیست، یعنی کره شمالی هم سلاح اتمی داره و هم موشک قاره‌پیما داره که بهش این احساس رو حداقل میده که میتونه که از یک دریچه پایاپای، از یک فرصت پایاپای استفاده بکنه و به پای میز مذاکره خصوصا با دولتی مثل دولت آقای ترامپ بیاد. دومیش اینه که خب کره شمالی در داخل ایالات متحده گروه‌های لابی جدی نداره که علیهش بخوان لابی بکنن. تو شرایطی که ایران با اسرائیل و عربستان مواجهه، خصوصا اسرائیلی که سالهای سال لابی‌های متفاوتی اینجا داره و ساز و کار
قدرت سیاسی امریکا رو به خوبی میشناسه و تاثیرگذاره و در سالهای اخیر هم عربستان. و نکته سوم اینه که ما نقش کره جنوبی رو توی پیشرفت مذاکرات با کره شمالی و شکل گرفتنش از اساس که شکل گرفت به نظر میاد که کمتر بهش پرداخته میشه. کره جنوبی، نماینده کره جنوبی اولین کسی بود که پیام کره شمالی رو به آقای ترامپ رسوند که حاضر به مذاکره هستن. در تمام زمانهایی که تنش پیش اومده تلاش کرده که تنش ها رو کاهش بده و این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، حاضر شد با کره شمالی دیدار بکنه و این رو ایران الان نداره و شرایط مذاکره به نظر نمیرسه که مهیا باشه. به همین دلیل که آقای علیجانی هم اشاره کردن، خواست و نیاز و اراده ای از سمت ایالات متحده به نظر نمیاد وجود داشته باشه برای اینکه در حال حاضر با ایران مذاکره بکنن. اطرافیان آقای ترامپ، اطرافیان بسیار تونجوی هستن که موافق مذاکره به معنای بدبستان سیاسی و حل مشکل لزوماً با ایران نیستن. بله. و خب این کار رو سخت میکنه کمی برای مذاکره. آقای علی جان، شما با صحبت‌های خانم پزشکای موافق هستید و اگر موافق هستید پس چرا فکر میکنید که مذاکره بی قید و شرط با آمریکا راه حل مشکلات ایران هست الان؟ ببینید، همونطور که در قسمت اول گفتم و خانم پزشکم به درستی گفتن، مسئله ایران و کره، مسئله کره و آمریکا با مسئله ایران و آمریکا متفاوته، ولی وجه شباهتش همون چیزی است که در بیانیه آمده. یعنی میگن در مسئله مناقشه نیست که میتواند روابط خصومت‌آمیزی که حتی با درشتگویی و برخوردهای تند با همدیگه هست روزی به پایان برسد. یعنی وچه تشابه این دوتا صورت مسئله فقط در همینه. خب برای چی اشاره کردید در این نامه که فرصت مناسب دوره اوباما از بین رفت؟ بسیاری معتقدند که دیگه تا جایی که ممکن بود ایران در دوره باراک اوباما جلو رفت با مذاکرات و مذاکرات هم به نتیجه رسید. الان نتیجهش اینه که داریم میبینیم. ببینید، من در ادامه اون بحث خانم پزشک بگم که ایران هم دستش خالی نیست. یعنی در دوره اوباما هم ایران با کارت‌های رفت ولی مذاکره محدود شد به بحث هستی. ایران یک کشور پهناور در خاورمیانه است. الان هم حالا به هر قیمتی کارت‌هایی داره برای مذاکره که متاسفانه هر چقدر این مذاکره به تأخیر بیفته این کارت‌ها خواهد سوخت. ضمن اینکه من این تصور رو هم البته ندارم که اقتصاد ایران در وضعیتی است که مثلا اگر آقای ترامپ طول بده ماجرا رو ایران زانو خواهد زد. نه، ایران زانو نخواهد زد. ولی اقتصاد ایران، رفاه مردم ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت. مسئولین و دولت مردان زندگی راحت خودشون رو دارن. دود این فشارهای اقتصادی به چشم مردم خواهد رفت و همچنین در این فاصله رشد و توسعه اقتصادی در ایران به شدت کند خواهد شد. جدا از اینها، ما حامل یک تجربه 40 ساله هستیم. همونطور که در متن بیانیه آمده، ما نیازمند تغییر سیاست‌هایی در ایران هستیم که یکیش این مسئله است. مشکلات ایران با حل مسئله با آمریکا حل نخواهد شد. مشکل اصلی ما در ایران سوء مدیریت داخلی است. خب اگر اینطور هست پس چرا این نامه؟ پس چرا مذاکره؟ اگر که مشکل ایران سوء مدیریت هست و فقط با مذاکره با آمریکا حل نمیشه، چرا پس شما پیشنهاد مذاکره میدید؟ تنش خارجی و روابط خارجی تقابل آمیز با جهان هم یکی از مصداق‌های اون سوء مدیریته. اینم اضافه بکنم، فقط به ایران گفته نشده ایران بدون پیش شرط مذاکره کنه. در همون پاراگراف اول بیانیه آمده طرفین بدون پیش شرط با هم مذاکره کنن، که خب در مرحله اول به 11 شرط آقای پومپئو برمیگرده. البته از این طرف هم شرط‌هایی گفته شده، ولی در هیچ مذاکره‌ای با پیش شرط‌های اولیه شروع نمیشه. مثلا اگه ایران بگه آمریکا باید از منطقه خارج بشه، یا آمریکا به ایران بگه ایران باید از منطقه خارج بشه، این در واقع قرار دادن یه نرخ سنگین برای شروع مذاکره است که خب طبیعتا این امکان پذیر نیست. صحیح. البته جزئیات یه مذاکره بر اساس یک کار کارشناسی باید صورت بگیره. خانم وسمقی، بحث تضمین بحث بسیار مهمی هست که در یک مصاحبه که راجع به همین نامه با آقای کرباسچی هم شده او بارها تکرار میکنه که باید به نوعی ایران از آمریکا تضمین بگیره که به مذاکرات پایبند میمونه، به توافقات پایبند میمونه. بحث این هستش که چه سازوکاری واقعا وجود داره برای گرفتن یک تضمین. بسیاری از منتقدان این نامه میگن یک بار ایران رفته مذاکراتی کرده با حضور نهادهای بین المللی، با حضور بسیاری از کشورهای دیگه، نتیجهش این شده که آمریکا از برجام خارج شده. چطور میشه از آمریکا تضمین گرفت؟
ببینید، من همونجور که عرض کردم، عقیده من مذاکره یک ابزاره، این هدف نیست و در واقع توافق نیست. ما همیشه میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. به نظر من تضمین در جایی کار کرد داره که بخواد توافقی صورت بگیره. یعنی ما وقتی وارد مذاکره شدیم و به توافقی بخوایم برسیم و قراردادی امضا کنیم، اونجا باید از آمریکا تضمین بخوایم که به اون توافق پایبند خواهد موند، نه برای مذاکره، چون در مذاکره که هنوز چیزی مشخص نیست. و اگر ما بگیم مذاکره نمی کنیم، خودمونو خلع سلاح کردیم. پس ما از چه طریقی میخوایم به این مناقشه ها و خصومت های دیرینه ای که با آمریکا داریم به هر حال بپردازیم؟ لااقل واردش بشیم، گفتگو کنیم، ببینیم میتونیم با هم به تفاهم برسیم یا نه. فکر میکنید گوش شنوایی هست به این نامه خانم بسمقی؟ شما از هم دولت خواستید هم حکومت. ببینید، ما مطرح میکنیم، یعنی جامعه مدنی و به هر حال صاحبان اندیشه و نظر که نسبت به سرنوشت کشورشون احساس مسئولیت میکنن، موظفن نظراتشون رو مطرح بکنن و همینطور موظفن حکومت رو مجاب و متقاعد بکنن. ببینید، وقتی که حکومت سیاستی رو اتخاذ میکنه که تاوان اون رو و هزینه های اون رو ملت باید بپردازه، حق نداره که بدون رضایت و پشتیبانی ملت به این سیاست ادامه بده. سیاست تنش با آمریکا به نظر من هیچ وقت از ابتدا تا الان هم خیلی مورد تایید اکثریت ملت نبوده. و اگر امروز در این شرایطی که وجود داره اون کسانی که معتقدن باید به این تنش ادامه داد، معتقدن که ملت پشتیبان این سیاست، بسیار خوب، یک رفراندوم برگزار کنن، ببینیم ملت میخواد که به این سیاست ادامه بده و یا پایان بده. این یک مسئله ملی که تاوانش رو برای فشارهاش بر مردم هم در طول 14 دهه گذشته آمده، بعد از این هم خواهد آمد. و من معتقدم که سیاستمداران و مسئولان ایران در درجه اول وظیفه دارن که اعلام کنن اراده خودشون رو برای پایان دادن به این خصومت و تنش، اینها اعلام بکنن. اون آمریکا خب به هر حال وظیفه و مسئولیت خودش رو باید انجام بده. اگر اونها نپذیرن مذاکره کنن، به هر حال جامعه بین الملل میشنوه، بله، در جریان قرار میگیره که اراده دو طرف بر چی هست. اگر ما بگیم مذاکره نمیخوایم، یعنی میخوایم به تنش ادامه بدیم، میخوایم وارد جنگ بشیم ولو جنگ سرد، خب که اینها هم برای منطقه بسیار هزینه داره، برای ملت ایران هزینه داره، برای آمریکا و جامعه بین الملل هزینه داره. خانم پزشک، الان به هر حال آمریکا مشکلات خودش رو با جامعه بین الملل داره. ظرف ماهای اخیر از چند توافق بین المللی دولت آقای ترامپ خارج شده. در آخرین رویارویی در اجلاس گروه 7 در کانادا دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. آیا ایران میتونه از این فضای ایجاد شده به نفع خودش بهره ببره یا نه؟ در نهایت کشورهای اروپایی به هر حال هر چقدر با آمریکا مسئله پیدا بکنند، باید آمریکا رو با خودشون همراه داشته باشن. میتونه استفاده بکنه به این معنا که خب اجماع بین المللی و خب شکافی که بین اروپا و ایالات متحده اتفاق افتاده سبب میشه که اروپا اون فشاری رو که در زمان دوران آقای اوباما به ایران آورد نیاره، یعنی حداقل خودش سیاست‌هایی رو اجرایی نکنه که قرار باشه ایران رو تحت فشار بذاره تا زمانی که ایران پایبند به برجام هست. اما مسئله‌ای که هست در مورد تحریم‌ها، فشاریه که آمریکا به دلیل سیستم بانکی میتونه به شرکت‌ها بیاره و خب شرکت‌ها از دولت‌ها مجزا هستن و اون فشار هستش که اتفاقاً ایران رو تحت تاثیر خب قرار میده. پس بنابراین ایران الان در این موقعیتی که قرار گرفته، به نظر شما آیا این امضا کنندگان نامه حق دارن که میگن تنها راهش این هست که بدون قید و شرط بره جلو و با آمریکا مذاکره بکنه؟ ببینید، من قبلا هم اشاره کردم، به نظر من مذاکره بهترین راهه، ولی خب حتی اگر که ایران بگه بدون قید و شرط، الان آقای پامپئو یک لیست 12
بندی گذاشته برای اینکه ایران بخواد با ایران مذاکره بکنه. آیا طرف مقابل نیاز اراده‌ای داره؟ اولین مسئلهش نیازه، نیازی داره که با ایران وارد مذاکره بشه. و مسئله دوم اینه که اگر مذاکره به صرف مذاکره باشه میشه مذاکره انجام داد، ولی در حال حاضر لابی اسرائیل و عربستان توی ایالات متحده و همینطور حلقه نزدیک دوره آقای ترامپ، شما آقای بولتون رو توی کابینه میبینید که مشاور امنیت ملیه، به شدت مخالف مذاکره با ایران هستن، به این دلیل که معتقدن که باید ایران رو تحت فشار گذاشت تا زمانی که ایران حاضر بشه که به پای میز مذاکره بیاد. یعنی خودشون واکنشی نشون ندادن که نشون دهنده این باشه که حاضر هستن که با ایران پای میز مذاکره خصوصا بدون شرط بریزن. این به نظرم مسئله مهمی هستش که الان روی پیش روی ایران قرار داره. و خب در این حال شما میبینین که آقای ترامپ چه رفتاری با متحدینش داره در همه اینهایی که اشاره کردین، یعنی در نهایت حتی زمان مذاکره هم لزوماً فشاری از روی ایران به نظر نمیاد برداشته بشه. یعنی آیا سیاست دولت آقای ترامپ تغییر خواهد کرد و این فشارهایی که روی شرکت‌های خارجی و بین‌المللی میاره رو کم خواهد کرد؟ به نظر نمیرسه که نشونه‌هایی داشته باشیم از اینکه دولت فعلی آقای ترامپ قصد داشته باشه همچین کاری بکنه. و آقای علیجانی، به نظر شما با توجه به واکنش‌های تندی که به این نامه از طرف تندروها دیدیم، حتی اصلاح طلبان هم گفتن که با این نامه نسبتی ندارن، گرچه بعضی از نام‌های آشنای اونها نامه را امضا کردن، فکر میکنید که سیاست داخلی ایران در اینکه ایران بخواد بره به سمت مذاکره با آمریکا چقدر الان هماهنگ است؟ متاسفانه ایران به صورت غیرعلنی میره دنبال مذاکرات و این خواست این نامه این هست که بدون پیش شرط طرفین به صورت علنی مذاکره بکنن. یعنی شما نشانه هایی از مذاکره غیرعلنی میبینید الان؟ من شنیده های جدی در این مورد دارم ولی و تجارب سابقم اینو نشون میده، ولی مشکل ایران اینه که دیر به این تصمیم میرسه. یعنی همون وارد تله‌ای میشه که الان خانم پزشکم گفتن آمریکایی‌ها جلوی ایران گذاشتن. شما الان اگه از شخص آقای ترامپ هم بپرسید سیاستتون راجع به ایران چی هست، شاید دچار ابهام باشه، ولی در مجموع اونها میخوان ایران رو تحت فشار قرار بدن. خود تیم ترامپ هم نیاز به توجیهات داخلی، نیاز به ترمیم حیثیتش در جهان داره و آمدن ایران رو میز مذاکره یک امتیاز بزرگ برای تیم ترامپ خواهد بود. اینطوری نیست که اونام نیاز نداشته باشن، ولی الان مهمترین پشتوانه این موضع نیروی اجتماعی است. همونطور که خانم بسمقی گفتن، نیرویش اکثریت مردم ایران خواهان حل این سیاستن. ببینید سیاست خارجی آقای خامنه‌ای رو این دید بنا شده که به حال یک کمپ و یک محور مقاومت هست و یک محور سازش، در حالی که واقعیت جهان اینطوری نیست. واقعیت جهان یک محور سومی وجود داره، اکثریت کشورهای جهان دنبال منافع ملیشون هستند. در سیاست حاکم بر ایران هم دو تا دکترین هست، یک دکترین آقای خامنه‌ای است که دکترین نظامی امنیتی و دشمن محور، یک دکترین که آقای هاشمی داشته، آقای خاتمی داشته، آقای روحانی داشته، که اینا خواهان این بودن سیاست تقابلی تبدیل به سیاست تعاملی بشه. ولی در ایران ما یه دیکتاتوری جو داریم. ببین موقعی که مهندس بازرگان و نهضت آزادی در اوج جنگ میگفتن که باید صلح کرد، فضای ایران رو جنگ تا پیروزی گرفته. یا مهندس صابی در دهه 80 میگه این پرونده زیانبار هسته‌ای رو باید جمع کرد، فضای تبلیغاتی رو انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست گرفته. ولی منافع ملی اقتضا میکنه و فراموش نکنیم زمان به ضرر ایران هست، هم در داخل که تندروها میخوان دولت روحانی رو سرنگون کنن، همونایی که تو مجلس برجام آتش زدن، در منطقه و در جهان اونایی که سود میبرن از این مذاکرات مردم ایران و حتی حکومت ایرانه، اونایی که زیان میبرن مخالفین منطقه‌ای ایران هستن، تندروها در داخل هستن و حتی تندروها در آمریکا هستن. بسیار ممنونم از هر سه مهمانان این برنامه. صدیقه وسمقی استاد دانشگاه در فقه حقوق اسلامی از تهران با ما، رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس و فرشته پزشک کارشناس امور بین الملل از واشنگتن. و ممنونم از شما که با صفحه دوی سه‌شنبه همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید یا پادکستش رو بشنوید. لینک های مربوطه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هم هست @bbcpage2. برنامه در صفحه فیسبوک در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک میتونید نظرتون رو در مورد برنامه امشب برای ما بنویسید.
برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.